دو روز بعد در قانای جدید جشن عروسی برپا بود. مادر عیسی در آنجا حضور داشت. عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. وقتی شراب تمام شد، مادر عیسی به او گفت آنها دیگر شراب ندارند. مادر، این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است. هرچه به شما بگوید انجام دهید. یهودیان مراسم ویژه‌ای برای تطهیر دارند. برای این منظور در آنجا 6 خمره سنگی وجود داشت که هر یک در حدود 80 لیتر گنجایش داشت. خمره ها را از آب پر کنید. آنها را لبالب پر کردند. اکنون کمی از آن را بردارید و نزد رئیس مجلس ببرید. آنها آبی را که اکنون شراب شده بود نزد رئیس مجلس بردند. او آن را چشید. او نمی‌دانست که این شراب از کجا آمده بود، اما خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده بودند از جریان اطلاع داشتند. پس رئیس مجلس داماد را صدا کرد. همه بهترین شراب اول به مهمونا میدن و وقتی سرشون گرم شد اون وقت شراب پست‌تر رو میارن، اما تو بهترین شراب رو تا آخرین ساعت نگه داشتی. این معجزه که در قانای جلیل انجام شد، اولین معجزه عیسی بود و او به این وسیله جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. بعد از آن، عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کفرناحوم رفت و چند روزی در آنجا ماندند.